امروز کمتر کسی در ایران حتی در بین افراد نزدیک به حکومت منکر نابسامانی‌های گسترده در جامعه ایران است. همه از فساد و فقر و بیکاری، از هم پاشیدگی اخلاق و حس بی آیندگی جوانان و بالا رفتن آمار خودکشی و ده ها معضل اجتماعی دیگر میگویند. و آنهایی که اهل فکرند و نگران، پرکارتر از همیشه به دنبال شناخت و توضیح این وضعیت نابسامان و احیانا ارائه راه‌های برون رفت از آن هستند. احمد بخارایی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه و مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران، مهمان من در این برنامه، یکی از این افراد پرکاری است که بیش از همیشه درباره این مسائل می‌نویسد و می‌گوید. او که خود را جامعه شناسی افق نگر می داند و می گوید تلاشش در جهت تبیین و تحلیل پدیده ها و مسائل اجتماعی ایران معطوف به آینده است، اخیراً در مقاله جامعه ایران را در حال فروپاشی اجتماعی توصیف کرده و در جای دیگری گفته که ایران وارد دوره ابر بحران شده است. در بخش اول گفتگو با او از او می پرسم فروپاشی اجتماعی به چه معناست؟ و ابر بحران قرار است چه بر سر جامعه ایران بیاورد. آقای احمد بخارایی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. متشکرم، ممنون از این که منو دعوت کردید. آقای بخارایی، شما میگید که تلاشتون در جهت توصیف، تبیین و تحلیل پدیده ها و مسائل اجتماعی ایران معطوف به آینده است و طبق این تعریف شما قاعدتا جامعه شناس آینده نگر یا اونطور که خودتون میگین افق نگر هستید. میتونید خیلی خلاصه توضیح بدید که منظورتون چیه دقیقاً؟ ببینید، آینده و افقی که جلو روی افراد هست در افراد انگیزه ایجاد میکنه و اونها رو به تلاش تشویق میکنه و این باعث میشه که جامعه پویا بشه، فرد احساس بکنه که هست. من در جامعه شناسی به یک نگاه کارکردگرایانه که رویکردش نسبت به آینده هست اعتقاد دارم. معتقدم هر مجموعه سیاسی که بتونه یک آینده خوبی رو برای مردم و ملت خودش ترسیم بکنه و تضمین بکنه میتونه خوب باشه. بنابراین اون چیزی که برای من ملاک اصلی هست برای ارزیابی سلامت یک جامعه، اون نگاهی است که نسبت به آینده داره. طبیعتاً امید به آینده اینجا پررنگ میشه در بین اعضای یک جامعه. به موضوع آینده نگری در خصوص جامعه ایران برمیگردیم آقای بخارایی، ولی قبل از این چیزی بدین در همین زمان حال بمونیم، زمان حالی که از دید شما جامعه ایران در حال فروپاشی اجتماعیه. دقیقاً فروپاشی اجتماعی یعنی چه؟ ببینید، من در همون گفتگوی مفصلی که در روزنامه همدلی در 13 مرداد سال جاری داشتم اشاره کردم به انواع نگاه‌هایی که به آینده میشه داشت. فرد معمولی یا یک نگاه جامعه شناسانه، یک نگاه فلسفی. من گفتم در جامعه ما به لحاظ جامعه شناختی اینطور احساس میشه که چون نگاه جامعه شناختی به آینده اینه که بر اساس روند گذشته آینده تحلیل میشه. حالا هر پدیده ای اگر با یک سیر نزولی یا صعودی برخوردار باشه به یک احتمالی در آینده هم همون مسیر رو ادامه خواهد داد. بر این اساس با اشاره به بعضی از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی این نتیجه رو گرفتن که بر اساس یک نگاه جامعه شناختی و با توجه به اینکه آمارها در گذشته که عرض می‌کنم بیشتر 3-4 دهه اخیر در ایران مد نظر است، آمار آسیب‌ها و جرایم کم و بیش یک سیر صعودی داشته، این سیر اگر بخواد ادامه پیدا بکنه در آینده که طبیعتاً میدونید هیچ آماری دفعتاً زیاد و کم نمیشه، در یک بستری جریان داره. بنابراین احتمال این که بر اساس همین روند موجود در آینده هم این آمارها همچنان سیر صعودی داشته باشه خب زیاده. بر این اساس، بر اساس نگاه جامعه شناسی که مبتنی بر گذشته هست و آینده رو بر اساس گذشته تحلیل میکنه، اونجا عنوان کردم که نومیدی نسبت به آینده افزایش پیدا میکنه. و بر اساس همون نگاهی که در ابتدا عرض کردم من دارم که شما اشاره کردید به افق نگرانه،
چون که این یک شاخص بزرگ هست از دید من برای سلامت اجتماعی، نتیجه گرفتم که ما با یک فروپاشی اجتماعی، از این زاویه عرض میکنم فروپاشی اجتماعی. ببینید، فروپاشی اجتماعی یک مفهوم آکادمیک نیست، یک چیزیست که حالا در جامعه ما برساخته هست این مفهوم توسط ما، و به همین خاطر شما معادل انگلیسی روشن و واضحی هم برای سراغ ندارید. اما با توجه به جامعه خودمون که خیلی چیزاش خاص هست، چیزها که عرض میکنم امور و پدیده های اجتماعی است که حالا به دنبالش پدیده های اقتصادی سیاسی هم به صحنه پاشون باز میشه، بر اون اساس قایقات مجبوریم که مفاهیم ترکیبی نوین رو هم به نحوی پاشون رو به صحنه باز بود. نشانه های این فروپاشی اجتماعی در جامعه ایران چیه؟ یعنی چه چیزی رو شما میبینید که به هر حال دلالت بر فروپاشی اجتماعی میکنه؟ ببینید آقای فانی، حالا چه بحث فروپاشی اجتماعی، چه هر پدیده‌ای، اگر از چهار زاویه بهش نگاه بشه، تقریبا یک نگاه جامعی هست. یک زمان هست یک پدیده، حالا اینجا فروپاشی اجتماعی است، ما عللش رو بیان میکنیم، یعنی اون چیزهایی که باعث شده که این پدیده امروز پدیدار بشه و جلوه‌گر بشه. خب طبیعی است در بستر گذشته، در زمان گذشته مرور میشود تا امروز. یک زمان هست ما نشانه ها و شکل هایی رو که در جامعه از اون میبینیم یا مصداق هاش رو بیان میکنیم، از این زاویه میایم فروپاشی اجتماعی. یک زمان هست عناصر محتواییش رو نگاه میکنیم که خمیرمایه وجودی این پدیده چیه، این هم از زاویه دید سوم، و نهایتاً پیامدها و خروجیها و نتایج اون پدیده. اینه که وقتی سوال میشه که فروپاشی اجتماعی یا هر پدیده اجتماعی چیست، مهمه که ما بدونیم از چه زاویه‌ای میخوایم نگاه بکنیم. طبیعتاً از چهار زاویه که نگاه بکنیم یک نگاه جامع خواهیم داشت. حالا شما اگر بفرمایید که از چه زاویه‌ای به نظر شما مهمتر هست که بهش توجه بشه، من در خدمتتون هستم. منظور من بیشتر این بود که مثلا روی چه مسائلی در جامعه ایران یا چه ناهنجاری‌هایی میتونین انگشت بذارین که در واقع دلالت مشخص بکنه برای اینکه فروپاشی اجتماعی داره صورت میگیره. چی مثلا؟ مثلا نحوه رفتار آدم هاست، میزان خودکشیه، نمیدونم ناامیدی خیلی شدیده در جامعه، چی هست دقیقا؟ شما زاویه نگاه دوم رو در ابتدا پسندیدید که اشکال و مصادیق هست و خوبه از این زاویه، چون ملموس میشه برای بیننده شما، ملموس میشه که چون که زندگی روزانش هستش بیشتر میتونه با ما همدلی بکنه. ببینید، اشکال فروپاشی اجتماعی از سطح خرد تا کلان عرض میکنم. سطح خرد، افزایش افسردگی های فردی. ما که نگاه جامعه شناسانه داریم، افسردگی های فردی رو صرفا ناشی از اختلالات شخصیتی و دیسوردرهای شخصیتی نمیبینیم. طبیعتاً بخش عمدهش ناشی از عوامل اجتماعی و بیرونی هست. بر این اساس اگر به عنوان اولین مصداق اشاره میکنم به افسردگی های فردی، که حالا این افسردگی ها آمار استفاده از داروهای آرام بخش، موارد بسیار عدیده و حالا روانپزشکا و روانشناسها دیگه بیشتر میتونن با آمار بیان بکنن، ولی با چشم حتی غیر مسلح در بین اطرافیانمون در حد وسیع ما اینها رو میبینیم، کمتر اتفاق میفته ما اشخاص از داروهای آرامش بخش استفاده نکنن. از افسردگی فردی که ناشی از افسردگی اجتماعی اگر آغاز بکنم، سراغ یک واحد اجتماعی بزرگتر که خانواده برم، در خانواده شما میبینید طلاق رسمی خب آمارش یک سیر سعودی داشته. ما جامعه ایران رو داریم بحث میکنیم دیگه، جامعه ایرانی که 20 سال پیش نرخ طلاقش یک مقدار محدودی بوده، الان شاید بیش از دو برابر شده. این طلاق رسمی. طلاق عاطفی بیداد میکنه، چیزی که اختلاف عاطفی و اون تفرق عاطفی، جدایی عاطفی بین زوجین هست که بعد اثر خودش رو در بین خود زوجین و نیز فرزندان نشون میده. یه مقدار واحد تحلیلمون رو تغییر میدیم، وسیع‌تر میکنیم، به حوزه آموزش و پرورش وارد میشیم. ببینید، در آموزش و پرورش ما احساس نمیشه که اون چی رسالتی که آموزش پرورش داره اون ایفا میشه. حالا بحث ارتقای سطح علمی، سطح سواد،
ایجاد خلاقیت در دانش آموزانه یا رشد و شکوفایی استعدادها، همه اینها با یک علامت سوال جدی مواجهه. پس آموزش و پرورش قبل از دانشگاه بیرون میایم، سراغ دانشگاه میریم، جایی که ما چیزی نزدیک به 3 دهه درش حضور داشتیم. ببینید در دانشگاه ما در رشته‌های علوم انسانی که یک شبه فاجعه جریان داره، یعنی 1/3 دانشجویان کشور تقریبا رشته‌های علوم انسانی، یک شبه فاجعه است به این معنا که علم و بروز بودن اینها تقریبا در حاشیه از روابط استاد و دانشجو، روابط خلاقانه نیز گاهی اوقات اصلا بین اساتید و بعضی از دانشجویان روابط ویژه و خاص. اون داستان پایان نامه نویسی که در روز روشن عیان جریان داره، یعنی از اون محتوا تهی شده. ما برای دانشگاه پارترهای متعددی قائل میشیم در حوزه جامعه شناسی مسائل به اصطلاح آموزش عالی. بعد از اون شما بیاین سراغ رسانه ها. ببینید رسانه ها نبض تپنده یک جامعه هستن. ما یک رسانه رسمی داریم، صدا و سیما بی‌رقیب. امروز من باید از طریق شما، یعنی صدای من بره یک دور دنیا بچرخه و بعد بیاد به گوش هموطنانم برسه. چرا باید این اتفاق بیفته؟ آیا من یه عنصر بیرونی، یک عنصر مزاحم برای جامعه هستم، یا اگر حرفی میزنم مبتنی بر نتایج تحقیقات، یعنی واقع گرایانه است؟ خب این واقعیت مربوط به این جامعه هست و هر کسی که دغدغه اجتماعی داره در این جامعه، دغدغه فرزند خودش، همسر خودش، فامیل خودش رو داره، به تب نظر من باید، نمیگم بپذیره، حداقل به عنوان یک امری که شکی درش ایجاد بکنه، قاعدتا باید قابل شنیدن باشه. ولی این صدا باید بره دور بزنه در دنیا و برگرده. این برمیگرده به اصل رسانه صدا و سیمای ما که وضعیت خودش رو داره، مهمانهای ویژه، یک جامعه شناسی که منتقد باشه راه به صدا و سیما نداره. اگه جامعه شناس حرف از جامعهش نزنه کی باید بزنه؟ مطبوعات ما هم که انقدر ترسوندنشون که تقریبا خالی از محتوا شدن. اون وظیفه‌ای که باید، اون نقشی که باید، البته هستن گاهی مواقع بعضی از مقاله نویس ها، گزارش کردن که جرأت و جسارت به خرج میدن، ولی اینا اندک هستن و به حاشیه میرن. از به آسیب های اجتماعی اشاره بکنم. ببینید اینها همه چیزهایی است که مصادیقی است که وقتی دست به دست هم میدن اون زنجیره رو تشکیل میدن. یعنی هر کدوم حلقه های به هم پیوسته یک زنجیرن که این زنجیره ای که من اسمش رو میذارم فروپاشی اجتماعی، که عرض میکنم کیفی هست. فروپاشی اجتماعی این نیست که یوهو یک سقوط باشه، یعنی از کم تا زیاد به مرور زیاد و زیادتر. آسیب‌های اجتماعی، مسائل اصلی ما، اعتیاد رو بگین، ببینید آمارهای رسمی صحبت از 4-5 میلیون معتاد میکنن. 4-5 میلیون معتاد، هر کدومه که 4-5 نفر دور و برشون باشن، درگیر باشن، نگرانشون باشن، یا میبینید بیش از 1/3 جمعیت ایران به نحوی مستقیم و غیر مستقیم درگیره. بسیار خوب، مسائل خیلی زیادی رو مطرح کردی توی به عنوان نشانه های آسیب های اجتماعی. حالا چه عواملی اصولاً سبب فروپاشی اجتماعی میشه؟ یعنی در جامعه ایران به خصوص، یعنی چه چیزهایی، چه عواملی کار رو به اینجا رسونده؟ ببینید وقتی بحث فروپاشی اجتماعی میشه، در بحث حوزه علمی عرض میکنم، یه موقع از عوامل محیطی هست. حالا همین مثلا کرونا شما در نظر بگیرید، یه واقعی که در حال خیلی پیش بینی نمیشد، حالا اگه هر چقدر بیشتر گسترش پیدا بکنه به تبع آسیب هایی میرسونه به جامعه، که اگه جوامعی اون به اصطلاح تحملشون اندک باشه خب بیشتر آسیب میبینه، یا زلزله یا سیل یا آتش فشان یا مواردی از این دست. عوامل طبیعی کنیم، باید عواملی مثل عوامل مورفولوژیک، بحث جمعیت هست. یه موقع جمعیت زیاد و به تبع نیازهای زیاد باعث میشه که اون طوری که باید و شاید به نیازها پاسخ داده نشه و به تبع یک نوع گسست اجتماعی، یک نوع روزمره گرایی که اونم یه بخشی از فروپاشی اجتماعی است، اتفاق بیفته. یه موقع کاهش منابع، منابع در اختیار داشته یک دولتی و حکومتی، منابع به شدت کاهش پیدا میکنن. ببینید اینها در مورد کشور ما هیچ کدوم خیلی صادق نیست. نه رشد جمعیت آنچنانی داشته، مثلا که رشد جمعیت تقریبا منفی هم هستش، کاهش منابعمون هم ممکنه لحظاتی بنا به مسائل سیاسی، ولی همیشه سیر سعودی منابع بوده.
اون چیزی که به کشور ما مربوط میشه، به ایران مربوط میشه و فروپاشی اجتماعی رو ایجاد کرده و تشدید میکنه، یکی بحث نابرابری هست، اختلاف طبقات هستش که اینم حالا یک ریشه اقتصادی و سیاسی داره که به دنبالش در این نابرابری و این تخصیص غیر متعادل و غیر عادلانه منابع و فرصتها به دنبالش و فساد رو به دنبال داشته. خب این مجموعه باعث میشه که افراد در یک جامعه احساس کنن زندگی میکنن که اونطوری که باید و شاید نمیتونن ایفای نقش بکنن. یعنی چی ایفای نقش نمیتونن بکنن؟ اگر تحصیلاتی دارن، فوق لیسانس میگیره، دکترا میگیره، ایفای نقشش اینه که کاری رو در اصل بتونه به کاری مشغول بشه. شما میبینید در آمار که بیش از 50% فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا تقریبا بیکار هستن. وقتی فرد ایفای نقش نمیتونه بکنه، وقتی میبینه عادلانه منابع توزیع نمیشه، فرصت ها توزیع نمیشه، گزینش از خودی غیر خودی، مؤمن غیر مؤمن، این گروه این باند اون باند، به تبع اون اعتمادش از دست میده. یعنی یکی از پس عوامل ایجاد کننده فروپاشی اجتماعی از بین رفتن اعتماد اجتماعی. باز این که میگم از بین، نه صفر و صد، هر کم اعتمادی و کمتر و کمتر شدن میتونه بیشتر و بیشتر به فروپاشی اجتماعی منجر بشه. و طبیعتاً وقتی که اعتماد اجتماعی کاهش پیدا بکنه، وفاداری هم کاهش پیدا میکنه و تقریباً میشه گفت اون گسست اجتماعی و تجزیه اجتماعی شما ناشی از اون طرد اجتماعی که افراد احساس میکنن پدیدار شده، تجزیه اجتماعی ایجاد میشه. تجزیه اجتماعی خیلی نزدیک میکنه ذهن ما رو به فروپاشی اجتماعی. بسیار خوب. حالا آقای بخاری، وقتی آدم از بیرون به جامعه ایران نگاه میکنه، یک جامعه پرتضادی رو میبینه که در کنار عقب مونده ترین تفکر و رفتار، فکرهای بکر و تازه و مدرن رو هم میبینه و حتی رفتارهای مدرن رو هم و متمدنان رو هم میبینه. آیا این بیشتر نشان دهنده تضاد بین سر و بدن جامعه است، یا به تعبیر شما جامعه شناسا بین زیربنا و روبناست؟ ببینید، ما در بحث جامعه شناسی وقتی همبستگی اجتماعی رو مورد تجزیه تحلیل قرار میدیم، به دو نوع همبستگی اشاره میکنیم. یک همبستگی مکانیکی است، دو ارگانیکی. مکانیکی در جوامع سنتی روستاها، شما میگی همبستگی مکانیکی هست، اون سلسله مراتب پذیرفته شده، مشروعیت هست و قدرت تبدیل به اقتدار شده، یعنی مشروعیتش پذیرفته شده و طبیعتا اونجا کار کرد داره اون جامعه، اشکالی نداره که همبستگی مکانیکی وجود داشته باشه. اما در جوامع مدرن دیگه همبستگی مکانیکی جواب نمیده، همبستگی ارگانیکی است. همبستگی ارگانیکی به این معنا که تمام نهادها، تمام مؤسسات، همه در یک ارتباط معنادار با هم باشن و همه اعضای جامعه احساس کنن که هستند، حضور دارن، به بازی گرفته میشن و اگر از خودشون سوال بکنن چرا من زنده هستم، برای این پرسششون یک پاسخ دارن. حالا هر کسی به تناسب میزان درکش، میزان تحصیلاتش، میزان توقع و انتظارش، بالاخره کم و بیش یک پاسخی داره. در جامعه ما اتفاقی که افتاده، ما جامعهمون مدرن قرن 21 هست، تحصیل کرده های زیادی داره، مراودات داشته، تاریخ داشته، فرهنگ بر حال با شکوهی داشته، تمدن داشته، همه اینا باعث میشه که جامعه ما طلب بکنه یک همبستگی ارگانیکی رو. اما احساس میشه در جامعه ما گاهی که همبستگی بین نهادها از نوع مکانیکی است، یعنی یک نوع جدایی است در از یه همبستگی سوری است، یه بدبستان معنادار نیست. به همین خاطر خروجی این حالت این میشه که اتمیزه میشه جامعه. حالا یه گروه باشه، یه قشر باشه، یک فرد باشه، خودش رو جدای از جمع احساس میکنه. این رو شما داشته باشید. حالا برم قسمت بعد که در از پاسخ مستقیم به سوال شماست. وقتی که جامعه مدرن هست، یک گروه هایی میخوان که حرکت بکنن. حرکت میخوان بکنن بر چه اساسی؟ بر اساس الگوهای مدرن، الگوهای عقلانی. وقتی بخشی از جامعه که ریشه در طبیعتاً ایدئولوژی ارزش محور و دینی داره و خب با قدرت سیاسی هم پیوند خورده دیگه، ما میگیم جمهوری اسلامی، اونجا نگاهی که هست، الگوهایی که ترویج میشه، خواسته هایی که دارن، اون امر معروفی که در ذهنشون هست و تعریفی که از معروف دارن، اون با الگوهای مدرن همخوانی نداره. یک بخشی از جامعه میخواد رها بشه، بره حرکت بکنه، ولی این بخش دیگه با آمیختگی که با قدرت دارن، اون بخش رو نگه میدارن. مثل یک انقباضه.
ببین عضلات وقتی که میخوان منبسط بشن با یه مانع بیرونی مواجه میشن، اون انقباض عضلانی صورت میگیره. جامعه ما هم دچار این انقباض شده. بعد این انقباض وقتی زیاد میشه، وقتی زمانبر میشه، وقتی که عمیق میشه، جامعه دو قطبی میشه. یعنی امکان تعامل، دیالوگ، گفتگو بین این دو هی کاهش و بیشتر کاهش پیدا میکنه. جامعه دو قطبی میشه، صدای این طرف به این طرف نمیرسه، صدای این طرف به این طرف نمیرسه. شما میبینید در جامعه ما دیالوگ صورت نمیگیره، انگار هر کسی ساز خودش رو میزنه. حالا میخوام اینجا متعرض این بحث بشم، نه فقط در جامعه، من در اپوزیسیون خارج کشورم در برخی این رو میبینم که اونها هم احساس میکنم که در یک قطب قرار گرفتن و اون ارتباط معناداری که با بدنی جامعه ایران باید برقرار بکنن، اون هم گاهی اوقات ضعیف است. گروهی میخوان حرکت بکنن بر اساس الگوهای مدرن، اهل تحصیلات، فکر، اندیشه، خردورزی هستن، میخوان عقلانی حرکت بکنن. گروه دیگری میخوان ارزشی حرکت بکنن و این تضاد که تبدیل شده به یک تناقض، متاسفانه تبدیل شده به یک تناقض، انگار دیگه سرنوشت جامعه داره میره به این سمت که به طور حتم باید یکی از این دو سر نباشن که جامعه بتونه ادامه حیات بده، و اون چیزی است که بحران ایجاد میکنه. بسیار. برای همبستگی بسیار. بحران ایجاد کرده. بسیار خب، حالا همین تمام این مسائل رو صحبت کردیم در مورد فروپاشی اجتماعی در جامعه ایران، عواقب و پیامدهای این فروپاشی اجتماعی چی میتونه باشه؟ آیا ممکنه منجر به اصطلاح فروپاشی ساختار سیاسی کشور بشه؟ ببینید، تمام بخش های یک جامعه، همه خورده نظامهاش، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، با هم یک ارتباط معنادار و تنگاتنگی دارن. اگر یک بخشی آسیب ببینه، بخش‌های دیگه آسیب، یک بخشی قوی بشه، بخش دیگه قوی میشه. مثل آبی که در یک بستری جریان داره که این بستر گاهی فرودی دارد و به صورت آبشار آب فرو می‌ریزه، باز همواره، باز آبشار دیگری، یعنی آبشار دوم تابع آبشار اول است. در جامعه هم همینجور، وقتی که فروپاشی اجتماعی اوج می‌گیره و عمیق‌تر میشه و شدت پیدا می‌کنه، یعنی اون گسست اجتماعی بیش از پیش میشه، در از فروپاشی اقتصادی که خودش یک زمانی عامل فروپاشی اجتماعی بوده، عرض کردم در ابتدا افزایش اختلاف طبقاتی و نابرابری در درآمد و توزیع فرصتها که خودش یک زمانی عامل و علت بوده در فروپاشی اجتماعی، در اینجا دوباره میاد تشدید میشه. یعنی فروپاشی اجتماعی باز میاد فروپاشی اقتصادی رو دامن میزنه. وقتی افراد به فکر خودشون، منافع خودشون، منافع باند خودشون باشن، باز اون فساد عمیق و عمیق تر میشه، باز ساختاری تر میشه. بنابراین خروجی های فروپاشی اجتماعی باز فروپاشی بیشتر اقتصادی است و طبیعتاً وقتی که حس وفاداری نسبت به نهادهای تصمیم گیرنده در جامعه، که اون فقط نهادهای سیاسی هستند، وقتی حس وفاداری کم میشه، وقتی که اعتماد کاهش پیدا میکنه، باز فروپاشی سیاسی هم بیش از پیش ممکنه اتفاق بیفته. شما ببینید در 2 اسفند 98 ما برای نخستین بار بود که در انتخابات چه ریاست جمهوری چه مجلس کمتر از 50% مشارکت کردن، یعنی به طور تقریبا 40%. حالا بگذاریم که بعضی صحبت ها بود که آمار واقعی کمتر از 40%. این خب یک زنگ خطره برای مشروعیت سیاسی، که این یکی از اون جنبه‌های فروپاشی سیاسیش که عرض کردن. بعد از همه مهمتر، چیزی که ماها در حوزه جامعه شناسی بهش توجه میکنیم، فروپاشی فرهنگی است. ببینید، فروپاشی اجتماعی یکی از عواقبش فروپاشی فرهنگی. فروپاشی فرهنگی یعنی این که اون الگوهای رفتاری که در هر جامعه باید باشند تا افراد نسبت به اون الگوها یه حس وفاداری داشته باشن و بر اساس اونها کم و بیش رفتار بکنن، اینها وقتی که دچار بی‌اعتباری میشن، یک شرایط آنومیک ایجاد میشه. ما شرایط به اصطلاح میگیم بی‌هنجارانه، نه نابهنجارانه. نابهنجارانه یعنی هنجار هست، یک سری بر اساس اون رفتار میکنن، یک سری هنجار شکنی میکنن، ولی بی‌هنجارانه یعنی جامعه در خلأ، یعنی دیگه الگوهای رفتاری در بین اکثریت قریب اتفاق اعضای جامعه دیگه بی اعتبار شده و
این در خلأ بودن درست اون چیزی است که دو تا خروجی داره، یا انزوای بیشتر اعضای اجتماعی است یا طغیانه. انزوا حالا یا به شکل اعتیاد یا به شکل خودکشی هست یا افسردگی است، و طغیان هم اینکه دیگر کشی ها، قتل ها، حالا این روزها بحث قتل های ناموسی هست، غیر قتل های ناموسی، قتل هایی که از خشونت ورزی هایی که است، اینا مصادیق طغیانه و این طغیان حد و مرز نداره متاسفانه. من میخوام اینو عرض بکنم که فروپاشی اجتماعی مسئله جدیه، تمام تار و پود یک جامعه رو در می نورده و نهایتا سر از عرصه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در میاره. که خیلی متشکرم آقای احمد بخارایی از شرکتتون در این بخش برنامه. این برنامه استثنا به دو قسمت تبدیل میشه و در هفته آینده ما به ادامه این بحث و بیشتر با تمرکز روی پیامدهای این فروپاشی اجتماعی در جامعه ایران میپردازیم. خیلی ممنونم از شما، تا هفته بعد.